در سومین روز تظاهرات مخالفان رئیس جمهوری بورکینافاسو، هزاران معترض پارلمان و تلویزیون دولتی را اشغال کردند. دولت بورکینافاسو تحت فشار معترضان اعلام کرد لایحه‌ای را که به بلیز کمپاوره رئیس جمهور این کشور امکان نامزدی در انتخابات سال آینده را میداد پس گرفته است. این لایحه باید روز پنجشنبه در پارلمان به رأی گذاشته میشد. با وجود یورش به ساختمان تلویزیون دولتی، این خبر روی آنتن اعلام شد. آقای کمپاوره که 27 سال پیش با یک کودتای نظامی قدرت را در دست گرفت، اکنون در نظر داشت با اصلاح قانون اساسی برای یک دوره 5 ساله دیگر در پست خود باقی بماند. در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری درگیری‌های بین ارتش و تظاهرکنندگان در جریان است و صدای تیراندازی شنیده می‌شود. به گفته شاهدان عینی در دومین شهر کشور نیز شهرداری و مقر حزب حاکم به آتش کشیده شده است.